یه مطلبی رو بهتون بگم واقعا گفتن این مطالب سخته در داور است دو وقت پیغمبر رو به جریه میانداخ چی آیشه گاهی شروع میکرد علیه حضرت خدیجه مقابل پیغمبر سخن گفتن یه چیزهایی میگفت پیغمبر ناراحت شدن میگفت این حرفا رو نزن اونقدر میگفت تا پیغمبر رو به جریه میانداخ از سر حسادت خباست گاهی اینجا بود گاهی هم وقتی فاطمه زهرا رو اذیت کرد خدا می دوند به پیغمبر چه میگذشت حالا بماند در مورد او چه مطالبی است نه در کتب شیعه کتب اهل سنت رو ببینی همین آقایان اهل سنت برید ببینید تو کتابشون چی نقل کردن من خجالت میکشم بگم چی کار میکرده از کتب خودشون برید ببینید برید مطالعه کنید تحقیق کنید برید مخدره ارز محترمه ی به خاطر پیغمبر باید احترامشون کنید یه حرف های ظاهرا زیبا ببینید چی کار کرد فقط برید ببینید چی کار کرد یه جنگی با امیرالمومنین کرده یه هزار تا مسلمان به کشتن داده اشتباه رو همه میکنن و صدام هم که خب همین یه اشتباه کچولی کرد حجب اسرائیلی هم که یه اشتباه میکنه یه اشتباه میکنه به رست این حرف چقدر انسان را به کشتن داد از مسلمانان از اصحاب پیغمبر به کشتن داد از دو طرف یه در با خودش همراه کرد یه درم از این طرف کشته شدن زنگ جمل را به راه انداخت علیه امیر المومن اشتباه جزی چیزی نیست اینا و برای شما چیزی نیست اون جو کم دارد که برای اون چیزی نیست و برای شما چیزی نیست بله چیزی نیست مشکلی نی با امیر جنگیدن با شما مشکل داشتن نه زنگیدن یه حرفی خلافی شما زدن این کفر است اما اگر با امیر المومنی کسی بجنگد که کفر نی کفره با امیر بجنگن نه اشتباه سوا جوزی یا الله خدایا این عقل و شعور و دین و معرفت ها از ما مجد خیلی مشکله خیلی بی توجهیه اما خب دیگه هست به هر حال امان از این سیاست که فضله است که اگر در یه دیگی به اندازه کشور ما به اندازه یه دنیا یه دیگ درست کنن با بهترین چیزا با پاکترین چیزا یه دونه فضله توش به اندازن نجس می کند. امان از این سیاست دین و آین و قرآن و آیه قرآن و حدیث و همه 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 چی همه چیز به فنا می روید قاطع اینکه این سیاست به ما عرض کردیم برادران طالبان تو یا پیغمبر طالبان هم یه برادر شدن جلسه ای گرفتن اخیرا طالبان قدانی و تشکر دادن یه سری امکاناتی به کیا به کسانی که انتحاری در دورانهای قبلشون رفتن مردم رو کشتن بمب خودشون بستن خودشون رو منفجر کردن مردم کوچه و بازارم نابود کردن از خانواده تجلیل کردن یه جلسه گرفتن. توبه کردن هرگز یادتون رفت اینقدر شیعه کشتن یادتون رفت اینقدر مسلمان کشتن فراموش شد؟ نمیدونیم واقعا چرا ما اینجوریم و از این چیز هم زیاد داریم حالا من که سیاسی نیستم بلدم نیستم امریکا در سال چند در زمان رضاخان نمیدونم بعد از رضاخان زمان آخر رضاخان کودتایی امریکایی ها کردن در ایران راست هم میگن ایرانی ایرانی ها کودتا کردن امریکایی ها اشاره چیکار کردن برش گردوندن خدا لعنتشون کنه خدا نابودشون کنه هنوز داریم میگیم از بزرگترین جنایات امریکایی ها کودتای چی بهش میگن 28 مرداد یه چیزی اسم بله هشت مرداد هنوز داریم اعلام میکنیم شماهایی بودید که کودتا کردید خب درسته بسیار اما روس میدونی ها میدونید چیکار کردن تو این مملکت الله امریکایی چقدر از سرزمین ما رو گرفتن؟ من که یادم نمیاد چیزی که گرفته باشه خباست خیلی کردن، زنایت هم خیلی کردن و دارن میکن روسا چقدر؟ اون آنها صاف بله. بله. مثل مرغ پرکنده به این پاکی و تمیزی هیچ کاری اینا نکردن رفیق، دوست خدا میدون روسا در این مملکت چه کردن؟ نجات داد خداوند تبارک و تعالی ایران از دست روسا اولا چقدر از سرزمین ما رو گرفتن آذربایجان شوروی سابق رو میبینی اینا همش مال ایران حرم امام رضا رو به توپ بستن اینقدر شیعه در شمال کشتند و در آذربایجان که نمیدانی برای تو نگفتن و نمیگند چقدر از سرزمین های ما رو تصرف کردن که جنایاتی تو این مملکت انجام دادن میدونید اینا تا تهران هم اومدن یعنی لشکریان روز تو تهران بودن اگر یه کاری خدا نکرده بود و این شیعه نجات نداده بود الان مملکت اینا او روزا گرفته بودن خورده بودن تمام شده بود اتفاق انقلاب کمونیستیشون شد تو خودشون به هم ریختن بلشویکا به قول معروف ریختن به جان همون تو دعوا و اختلاف داخلیشون مجبور شدن جل پلاسش از تو ایران جمع کن علما رفتن باشون مبارزه کنن دیگه اعلام جهاد کردن مرحوم سید مجاهد و علمای دیگه برن با روسا جنگ کنن و شکست خوردن مردم ایران از روسا شکست خوردن خدا کمک کرد انقلاب کمونیستیشون واقع شد اینا از شدن جل پلاسش نجام جنای فراموش میکنه شیعن من هم اگر بگم متهمم چرا؟ شما زنایات روسا را گفتید او چی کار کنم؟ من نمیفهمم سر در, در نمیارم حالا روسا که روس امریکا یه امریکا برید سراغ اون جنایتکارانی که به بشریت خیانت کردن به بشریت خیانت کرد بشریت طول تاریخ گناه اولین و آخرین رو با حساب اینا می نویسند من یه شرحی برای دوستان طلبه یه وقتی دادم که خب گناه بعدی ها رو پا اینا می نویسن این که می فهمیم یعنی چه چون اگر اینا قصد نکرده بودن حکومت را از امیر المومنین ما الانی وضعیت رد چه زنا می شد پا حساب اینا هست چه دزدی و جنایت می شد پا حساب عمر ابن الخطاب خدمات خیلی خدماتی داشت زیاد